جناب شاهین پر، قسمت اول برنامه در اختیار شماست. بفرمایید، خواهش میکنم. بله چشم، و خیلی عجیبه که من میخواستم در این جلسه موضوع جهاد در اسلام و اینی که شما در دیانت خودتون این جهاد رو منع کردید و تفاوت این دوتا حکم رو راجبش صحبت بکنم که حالا این وقایع در افغانستان رخ داده و شاهد از ما میدونیم که این اسلام در آغاز با حملاتی شروع شد به سرزمین های دیگر، نه به خاطر توسعه اسلام، به بهانه توسعه اسلام. اگر شما مکالمات عمر رو با صحابه پیغمبر در کتب تاریخی بخوانی، خوب و خوب متوجه این نکته میشه که این سرزمین عربستان هیچی برای خوردن نداره، برای زیست هیچی نداره. حالا یه اتحادی بین قبایل عرب به وجود اومده، در نتیجه یک نیروی شمشده ما بریم سهممون رو از دن بگیریم، برای زمینی که آب داره، درخت داره، میشه توش کشاورزی کرد، برای تنعمات، انواع میوه ها، انواع غذاها، گندم، حتی گندم. تمام مکالمات عمر با سران قبائل، با صحابه پیغمبر، با نزدیکانش در کتاب های متعدد تاریخ اسلام وجود داره که میگه بیایید متحد شیم، حمله کنیم به سرزمین پارسا و رومی ها و از تنعمات زندگی سهمی بگیریم. بناشون بر این بوده، بناشون بر غارت اموال مردم بوده. این غارت کاری بوده که در دوران قبل از اتحاد قبائل که اسلام و پیغمبر سبب شده بود بینشون رایج بود، چنین میکردن. و چون قبائل با همدیگه میجنگیدن و خون همدیگه میگیختن، یه مقدار زیادی از احکام پیغمبر اسلام اصلاح این احکام بوده. مثلا براتون مثال بزنم، دست در مقابل دست، چشم در مقابل چشم، برای این بوده که اگر یه قبیله ای از یه قبیله دیگه یه نفر میکشت، اهالی این قبیله موظف بودن برن و تمامی اهالی اون قبیله رو بکشن. خب یه نفر آمده گفت آقا نه دیگه، یه نفر رو کشته دیگه، نرید همه رو بکشید، برید تقاص بگیرید، یا اون قاتله رو پیدا کنید، یا اگر نتونید پیدا کنید حالا یه نفر از اون قبیله رو هم بگیرید بکشید. اصلاحات این شکلی بوده، اما معیشت این مردم از طریق زدن کاروان ها بوده، از طریق دزدی راهزنی بوده، هیچ راه دیگری برای اینا برای معیشت وجود نداشته. برای اینکه این زمین منفعتی نداره، این حالا توش نفت بوده شده، قبلا که این شن صحرا هیچ چیزی نداشته برای این مردم، نه آبی، نه درختی، نه بوته‌ای. آروم و غیلان به دلت بخواد. برای این مرکز درآمدی وجود نداشته برای این مرد، جزی که تجارت میکردن، بازرگانی میکردن، کاروان را میداختن و بعد بقیه که نمیکردن کاروان اونا رو میزدن. خود پیغمبر و صحابه پیغمبر و نو مسلمان ها چه کار کردن؟ 18-19 قذبه را انداختند که این قذبات رو که امروز از محترمات اسلامه و
به عنوان قزوات ازش نام میبرن چیه؟ تمام اینا حمله به کاروان قریشه، به کاروان ابو سفیانه که بگیرن محافظین کاروان رو بکشن و این چند قطار، 70-80 قطار شطوری که کالا داره هم میکنه ببره قارت کنه. روشم قوانین گذاشتن، روشم خمس گذاشتن که 20% رو بدن به خود رسول، به فرمانده، به هر کس که هست، به خلیفه، بقیه هم قارت کنندگان بین خودشون به تساوی تقسیم. این میشه مبنای جهاد برای توسعه اسلام. بیشتر از 100 دیالوگ، بیشتر از 100 گفتار از عمر، خلفای راشدین، صحابه پیغمبر وجود داره که به چه دلیل، به چه معنا ما این قبایل رو متحد کنیم و بفرستیم به طرف سرزمین های رومی و ایرانی، چرا این کار رو بکنیم؟ تمام چراهاش این است که ما سهمی از نعمات اونا ببریم. وقتی هم که آمدن ایران رو گرفتن، هم به جاهلیاش کار رن. وقتی هم که آمدن ایران رو گرفتن چه کرد؟ گفتن یا مسلمان شو یا جزیه بگیر. خب مردم زرتشتی بودن، به دینشون اعتقاد داشتن، نمیخواستن زرتی بران مسلمان بشن. گفتم ما جزیه میگیم. بگذاریم از این که بر سر جزیه دادن و ندادن و اینکه زیرش میزدن اهالی بعضی شهرها و دماده جنگ میشد، خون ریزی میشد، کشتارهای عظیم میشد، از کشته پشته ساخته میشد، با اوناش کار ندیم. ولی قرار بر این بوده که ما به شما یه پولی سرانه بدیم که مسلمان نشیم، دین خودمون حفظ کنیم. دستگاه خلیفه که توسعه پیدا کرده بود و خرجش بالا رفته بود سوال میکنه که چرا درآمد ما انقدر کمه؟ برای اینکه میگه جزیه نمیدن، دسته دسته دارن مسلمان میشن. میگه نمیخواد مسلمان شن، ازشون جزیه بگیری. اینا همه تاریخ اسلام هست. اینا که من به شما میگم من خودم در نمیارم بگم. خلیفه مسلمین میگه که لزومی نداره مسلمان شن، ازشون جزیه بگیری. بعضی از حکام عرب خودم از این هم فراتر میذارم، میگن مسلمان شدی که شدی، ما مسلمان شدن تو رو باور نداریم، همچنان باید جزیه بدیم. نمیگیرن، قصدشون درآمد بوده. وقتی هم که سپاه ایران شکست میخوره، مردم ایران شکست میخورن، دسته دسته قبایل عرب میان با مدیریت و راهنمایی سران عرب که مثلا بکر بن وائل کجا برو، به این ترتیب قبائل رو میفرستن به طرف خراسان، قزوین، کاشان، کرمان، نقاط مختلف ایران. به هر نقطه ای از ایران تیول یه قبیله عرب میشه که از منابع اینجا استفاده کنه، از زمین های اینجا، از باغ های اینجا، از نهرها، از همه چیز استفاده کنه. در آغاز اسلام که قرار بوده این مردم گرسنه بیان حمله کنن به سرزمین هایی که در جهان قدیم این رسم بوده، هر مردم گرسنه‌ای، هر مردم بینوایی شمشیرهاشون رو تیز می کردند و به سرزمین های ثروتمند می رفتند. مدتی میماندند، میچاپیدند، میخوردند، یا شکست میخوردند، معدوم میشدند، میرفتند. ما از اینا خیلی زیاد داریم. تمام این حمله های هیون ها به ایران، آتیلا، اینا زیادند.
منطقه اینا به خودشون یه دین آوردن. این رشته ارتباطی قوی شد و مون احکام دزدی، چپاول، چپاول مردم دیگه، غارت مردم دیگه شد احکام اولیه اسلامی و باقی موند. جهاد در راه اسلام. شما امروز با معیارهای آزادی خواهی، با معیار حقوق بشر، با هر معیاری که نگاه کنید میبینید که همه جا گفته شده، نوشته شده که هر انسانی آزاده که اونطور که میخواد فکر کنه، دینش رو انتخاب کنه، تفکراتش رو تنظیم کنه، هر جور دلش میخواد فکر کنه یا باور داشته باشه به یه موضوعی و باور نداشته باشه به موضوعی. همین امروز تو آمریکا یه عده‌ای هستن که میگن ما باور داریم که زمین گرد نیست، زمین صافه. کسی نمیره اینا رو بگیره زندان کنه، جریمه کنه. تو چرا این باور داری؟ ولش کردن، کانونشو داره، کلوپشو داره، باشگاهشو داره، کتاب چاپ میکنه، فیلم میسازه و در تمام اینها میخواد تلاش کنه که بگه زمین صافه، زمین کروی نیست. و اونایی هم که میگن زمین کرویه همین دروغ میگن. خب کسی به کار اون کار نداره. اینی که من مسلمانم، نه تنها نفر بغلسی، نفر بعدی 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 تا اونور دنیا، هر آدم زندگی، هر کسی که نفس میکشه هست باید مسلمان بشه. توجیه غارتگری است که در آغاز کردن و به صورت یک عرف، یک سنت در این دین باقی مون. چرا؟ برای که در این دین متفکر وجود نداشت، فلسفه وجود نداشت. اگر فلسفه‌ای وجود می داشت می آمد فکر می کرد و در دستگاه فکری بگو خیلی خوب این کار برای یه مدت موقت بوده، شده، تمام شده، بریم بذاریمش کنار، حالا دیگه تکرارش نکنیم. اما این مون در اسلام ثمره این که این در اسلام موند رو دیگه لزومی نداره من به شما چیزی بگم. شما الان دارید طالبان رو میبینید، چرا؟ احکام فرعیشو هم ببینید. جهاد در راه اسلام یعنی تو در راه اسلام شمشیر دستت میگیری، میری و یک سرشهری رو، یه مردمانی رو، یک کشوری رو تصرف میکنی، چون اینها مسلمان نبودن و دشمن اسلام بودن و تو اینها رو متصرف شدی. نه تنها اموال اینها مال توه، خود این آدم ها مال تو هن. تمام مردها غلام تو هن و تمام زنها کنیز تو هن. این داستان تعداد کنیزها ممکن بوده زیاد بشه، بشه 100 تا، 200 تا، 300 تا. یه حکم هم قبلا وجود داشته که یه مرد مسلمان میتونه 4 تا زن بگیره، بعد میان اون حکم هم عوض میگن. عقد صیغه، عقد نکاح برای مردم مفتوح، مردمی که بهشون غالب شدیم، جایز نیست. کنیزها بدون هیچ عقدی، بدون هیچ خوندن آیه‌ای رسمی به آدم فاتح حلاله. خود پیغمبر اسلام هم داشته. این 27 تا زنی که در طول زندگیش بودند، یکی دوتاشون هم این شکلی بود. اگر من داستان اون طایفه یهودی رو که 700 800 900 نفرشون رو در یک روز سر بریدند رو که همتون شنیدید، بنی قریف، صدها بار شنیدید،
یه حاشیه اون داستان به شما بگم، متوجه میشید که از دل این سنت چه توحشی بیرون میتونه بیاد. اون این است که یکی از این مردها جواهر فروش بوده، میگن آقا اینا نکشید، اینو شکنجه کنید که محل جواهراتشو بید. مرده رو به سبک و سیاق اون زمان خودشون کارا که بلد بودن شکنجه میکنن، هر کاری میکنن، میگه به خدا من چیزی ندارم، لو نمیده، آتیش درست میکنن و آتش میگذارن رو سینه این مرد و این مرده در اثر این عمل دیگه میمیره. اما در تاریخ اسلام هست که همان شب حضرت رسول اکرم با همسر این مرد خوابیده. به هر حال اون زن میتونست عزادار باشه، شوهرشو کشتن، زیر شکنجه کشتن. میخوام بگم حتی این قوانین، این اصول در زمان خودش نوعی وحشیگری بوده. چرا؟ برای اینکه این مردم در این منطقه دنیا عقب افتاده ترین نوع انسان بودند. شما نگاه کنید، اینها برمیگردن به 1400 سال پیش. شما از 2000 سال پیش آثار ابنیه، آثار هنری، تابلوی نقاشی، مجسمه، ساختمان‌های عظیم سنگ مرمر چقدر در روم و یونان می‌بینید، چقدر آثار تمدنی در ایران می‌بینید. حالا شما با هلیکوپتر در قرن 21 از روی تمام این خاک عبور کن، ببین چه اثر انسانی تو این صحرا میشه دید که اون موقع باشه نبود. مردم عقب افتاده ای بودن. این مردم قبل از این که این اتفاقات بیفته و به قدرت برسن و شمشیر دستشون بگیرن، جز چپاول کردن، جز دزدی و راهزنی کار دیگری بلد نبودن بکنن. امنیت این شبه جزیره رو از طرف غرب رومی ها به عهده گرفته بودن، از طرف شرق هم ساسانی ها. یه خط کشیده شده بود، ما ساسانیان مرزبان های متعدد میفرستدن برای این درازای شبه جزیره ارسلان سعودی که یه منطقه ای رو امن نگه داره که کاروان های تجاری با امنیت بیانه برن و کسی اینا رو غارت نکنه. اینا بعد از چندی فهمیدن که این مردم نه از روی شراره، از روی گرسنگی این کارو میکنن. بعد مرزبانان ایرانی بودجه گرفتن که به این مردم غذا بدن، پول بدن و دادن. همین امروز در کشور عراق فعلی، این کشور عراق فعلی که میبینید، تمام منطقه عراق، همین نقشه جغرافیای عراق از مرزهای سوریه، مرزهای لبنان تا مرزهای ایران و ترکیه پایتخت ایران بوده، توش هم 7 شهر بزرگ بوده. ساسانیان یک قبیله عرب رو به نام قبیله لحمی در مرز بین عراق و خاک عربستان، همین منطقه کویت فعلی، ساکن میکنن. به اینا آموزش نظامی میدن، اسلحه میدن، پول میدن، مواد غذایی میدن که مانع هجوم سایر قبایل از طرف جنوب به شمال بشن. کار اینا فقط این بود.
خب امروز در خاک عراق یه ایالتی هست به نام ایالت انبار. این انبار یه واژه فارسیه. این محل انبار ساسانیان بوده که توش پوشاک، مواد غذایی، اسلحه انبار میکردن که احتیاجات اون قبیله لحمی رو فراهم کنن. برای اوناش عمید هم تعیین میکردند و منظر ابن نعمان که شما شنیدید تو قصه ها و داستان ها همونه. علاوه بر این در قسمت های متعدد عربستان مرزبان های ایرانی بودند که اسم این مرزبان ها در تاریخ عربستان، در اشعار شاعران عربستان، در همون سبعه معلقه، در همه اینا هست اسم خود این آدم ها، مثل شاپور، فیروز هست، اسم کاخهای اینا هست. اینا رفته برای خودشون خانه ساختن. این خانه ها اینقدر مجلل بوده، اینقدر بزرگ بوده که اومده رسید تو شعر شاعران، کاخ و شدائد از این حرف ها. اینا کارشون این بوده، این حرفه رو، دین رو وسیله قرار میدن به نام دین بیان برن مردم دنیا رو غارت کنن. دو قرن، سه قرن، ده قرن گذشت، بس کن دیگه آقا، این حکم رو بردار. اینی که یه مسلمان در تمام طول عمرش موظف باشه که عمل جهاد انجام بده می‌دونیم که جزء مستحبات دینه، جزء مثل نماز و روزه، جزء واجبات دین نیست. ولی خب مسلمانان خیلی مؤمن و معتقد بودن که باید این کارو بکنن که مقرب دستون درگاه الهی باشن دیگه. به این دلیل بود که سلطان محمود 17 بار حمله کرد به هند و سومه‌های هندی رو غارت کرد، جواهراتش و طلاهاش رو برداشت آورد و من در راه اسلام برم میکنم. ما از این زیاد داریم در تاریخ، خیلی زیاد. اینا همه اسلامیه. امروز یک مسلمان این جهاد رو توی کیسه پشت سرش داره، هر وقت لازم باشه دست میکنه درش میاره. جهاد در راه اسلام یه امر سیاسی، امپریالیسم آمریکا و نمیدونم قطب مخالفش و موافقش و به سیاست کار ندارم، یعنی الان جاش بود. یه منافعی دارند، میخوان یه کارهایی بکنن تو دنیا که بعدن یه جورایی بشه. بهترینش اینه که از این مسلمان ها استفاده کنن، چون مسلمان ها به جهاد اعتقاد دارن. در نشه پترو دولاره مفته عربستان سعودی سرازیر میشه تو پاکستان، مدرسه حقانی درست میشه، لات لوتا و لوشیش و بیکارها و لومپنهای سوریه، الجزیره، یمن، هر جای دنیا رو با ماه 700 دلار، 500 دلار هم استخدام میکنن، میبرن اونجا یک سری آموزش ایدئولوژی در جهت جهاد بهش میدن، یه سری با تفنگ و بازوکا و این حرفا کار کردن بهش یاد میدن، میزنن به جون یه ملتی و این سرنوشت رو برای ملت افغانستان درست. حالا اینا که جهاد کردن در راه اسلام، آمدند به اسم طالبان افغانستان رو گرفتن، اینها سر سوزنی میتونن خدمت بهداشتی به این مردم بکنن، سر سوزنی میتونن خدمت فرهنگی به این مردم بکنن،
دانشگاه ها رو توسعه بدن، مدارس رو توسعه بدن، میانگین عمر رو بالا ببرن، بیماری های مصری رو کم بکنن، خیابون ها رو تمیز بکنن، رونق اقتصادی به وجود بیارن. نه، اما برادر سر ببر و میبر تا همین چند روز میکنه. نه تنها این، احکام زیر جهاد یادمون نره، میگه اگر تو جهاد کردی در راه اسلام و جایی رو گرفتی، تمام مردان و زنان و اونجا مال تو هم. تمام این لش و لوشا، تمام این لومپنهایی رو که با 500 دلار تا 700 دلار حقوق و ماهانه استخدام کردن، بهشون گفتن که میری فاتح میشی و دختران و زنان متعدد رو تصاحب میکنی. من خودم یک کلیپ دیدم که یک بچه جوان طالبانی میگفت من تا حالا به 200 زن تجاوز کردم و 7 نفرم سر بریدم. این حاصل جهاد. جا همطوری یک کلمه جهاد که نیومده، که یک سری احکام زیرش اومده. یه نفر دیگه پیدا میشیم که آقا این مهمره بنزید دور، این سبعیته، این توحشه، این خانایی نداره با تمدن امروزی بشر. اینه کنار بگذاریم، این آدم بد میشه. چرا بد میشه؟ برای اینکه این و چند چیز دیگه ای رو که این گروه میگن بذاریم کنار، سبب میشه که دکون این روحانیون تعطیل شه اصلا. بدبختن، بی‌نواشن، اینقدر اینها به پول وصلند، اینقدر با پول خرید فروش میشن که دولت انگلستان که در قرن 19 هم متوجه شده بود که جاسوس، نوکر، فرمانبردار از توی خانواده شازده ها، رؤسا، حاکم های محلی بنزه کافی پیدا کرده، به سفیرشون میگن که یه قشر روحانی هم هست، باید تو اونها هم نفوذ کنید، برای که ما شنیدیم اونا به توده های مردم خیلی نفوذ دارن. انگلیس ها شروع میکنن به نفوذ پیدا کردن، رفاقت کردن با آخونده. او اینا که خودشون نقل کل میدونن، اینا که میدونن که انگلیس نجسه، ناپاکه، مسلمون نیست، کافره، برای همیشه هم میرن در نجف، کربلا، سامره، حجت الاسلام های ایرانی رو، اصفهان، قم، همه جا پیدا میکنن، میگن ما یه سرمایه‌ای داریم که یک شیعه در هند مرده و وصیت کرده که سرمایه‌اش رو در توسعه تشیع خرج کنیم، چون هندوستان مستعمره ماست، ما صاحب اختیار و مدیر این پول هستیم، این پول چجوری به شماها بدیم. دهه های مختلف بین حجت الاسلام های ایرانی دعوا بوده که من از تو باید بیشتر بگیرم، چرا این پول رو به تو میدن، به برادرزاده تو میدن، به برادرزاده من نمیدن، به طوری که دولت انگلستان، وزارت خارجه انگلستان در سفارتش در عثمانی، اون موقع عراق وجود نداشته، عثمانی اداره و دستگاهی به وجود میاره و مدیرانی میگذاره و بالاخره هم یک بار مجبور میشه یک سرهنگ رو بگذاره این کار که بتونه نظاماتی بده و دعواهای اینا رو تموم کنه و این پول رو درست تقسیم کنه به اینا و نهایتاً چون مدعی این حجت الاسلام ها مدعی گرفتن این پول بودن، اول قرار بوده بین 10 نفر بدن، 10 نفر از بزرگون تقسیم کنن، بقیه اعتراض کردن، دادبیار رو انداختن،
شد 20 نفر، شد 30 نفر، بالاخره قرار شد این پول رو بین 50 نفر بدن. بعد دیدن کم اومده، اومدن گفتن که این به این سرمایه اضافه شد. حالا یه پولی هم بوده یوزشان تو بانک. اصل قضیه هم این است که یه خانوم رقاصه‌ای در ایالت اود بدون ورثه میمیره. رقاصه چون مثل این آفت نمیدونم اینا که خیلی طرفدار داشته، خیلی پول داشته، 3 میلیون روپیه نمیدونم یا 30 میلیون نمیدونم، یه رقم گندهی پول داشته. دولت استعماری انگلیس در اونجا تصمیم میگیره که این پول رو بذارن بانک، از بهره این پول استفاده کنن، این آقایون حجت الاسلام رو بخرن. البته من به شما بگم یک نفر، فقط یک نفر، یا حاج آقای به نام حاج آقا انصاری این پول رو نمیپذیر. اما اگر شما به کتاب آقای آدمیت مراجعه کنید متوجه میشید که 600 حجت الاسلام و آیت الله این پول رو از انگلیس ها گرفتن. از تو نجس و پاک سرت نمیشه، دوست و دشمن هم سرت نمیشه. همه دنیا در این دوره میدونن که انگلستان یک کشور استعماری است، هندو استعمار کرده، برای حفظ استعمار هندوستان داره تسمه از گرده این ملت ایران میکشه. اینا همه میدونن، از شاه تا گدا همه میدونن. و تو میری پول اونی میگیری. بنابراین عمده برای اینا پوله، ثروته. یه ارزیابی هم برای همین انقلاب 57 هست که البته من رو اون تکیه نمی کنم چون یه خورده لعبه که میگن یه گروهی از آخوندها از ساواک حقوق و ماهانه میگرفتن. این حرف درسته، البته میگرفتن. آقای آموزگار که آمد و میخواست که صرفه جویی اقتصادی بکنه و هزینه ها رو کم کنه، این پرداختها رو قطع کرد. حالا بعضی ها میگن که اصلا انقلاب نه، به این دلیل انقلاب نشد، ولی این نارضایتی آخوندها و این که دست جمعی مخالفت کنند و برن پشت سر آقای خمینی و اظهار وحدت نظر پیدا کنند، این حرفها شاید موثر بوده باشه. در این مطلب اینا خداشون پوله. تو اگه انقلاب کردی، اگه شاه بد بوده، چرا ازش پول میگرفتی؟ تو اگه سواکی ها رو کشتی، چرا از سواک حقوق میگرفتی؟ و حالا این تازه به کجاها میرسه؟ به من خبر دادن که 8-9 نفر ساواکی در رشت جلوی اداره ساواک اینا رو انقلابیون کشتن، اجسادشون از شاخهای درخت آویزون کردن و با دشنه و چاقو و قمه و اینا رو تیکه تیکه کردن. بعدم نیروی دریایی اومده اینا رو با بولدوزر برده یه جا خاک کرده. یکی از اینا همشاگردی دوره دارالفنون من بود که رتوت ساواکی شده بود. این آدم بایگان بود. بابش بودیم تو چه رفتی ساواک؟ بگو آقا من دارم بایگانی میکنم. این بایگانی تو وزارت کشورم میشه که از اونجا میشه کرد. همسرش بهش میگه که خطرناکه، بیا خونه امروز نمون تو اداره. میگه که من این بایگانی رو چندین سال حفظ کردم که یه روز بدم به مردم، مردم ببینن که تو اینا چیه. اینا همه حقوق بگیر ساواکن، من میخوام این فایلا رو حفظ کنم. این آدم تیکه تیکه میشه که اون فایلا به وسیله این آدم به دست کسی نرسید. اینقدر گلو گشاده این حرف، اینقدر از دائم متعدد داره، اینقدر شاخه های مختلف داره که
انسان رو، بشریت رو، همین یه حکم جهار به ذلت میندازه، به بدبختی میندازه. اینکه من مسلمان معتقد باشم که مملکتم، سرزمینم دارالسلامه و سایر سرزمین ها دارالکفره و دارالکفر نباید وجود داشته باشه، یه جوری باید اونجا هم دارالسلام باشه، باید برم با اینا بجنگم. بگذاریم که به دلیل همین نادانی امروز این کشورهای مسلمان ضعیفترین، ذلیلترین و بدبختترین کشورهای دنیا هستن. خوب نگاه کنید، همشون باید برن از همون کافره اصلیه بخرن، با اون اصلیه با اون کافره بجنگن. تناقض رو ببینید به کجا میرسه. غلامان القبگوش اروپاییان و امریکاییان، اینا میگن که در عصر امروز نیست، در عصر امروز نیست، بس نیست، خلاص، خدا خلاص کرد، در عصر امروز غلام و کنیز نیست. در حالی که این جرعخوران دشمن، این القبگوش ها نمی دانند که دین تا روز قیامت کامل است. اینا بیچارگکا در اثر جرعه دشمن، اینا خودش یهود شده، خودش یهود شده، حکم خدا را تغییر میده. خداوند متعال خودش رحم کنه به این فتواها. قطعا در دماغت بگیم که نظام بردهداری تا قیامت ختم نمیشه. بعضی ها میگه غلامش چیست، کنیزش چیست. هرگاه مجاهدین با دنیای کفر و الحاد برزمن، ساحه را تسلط کنن، بعد تمام دار و ندار کافر غنیمت اینهاست. از سوزن شروع تا زن و فرزند و تمام زندگی غنیمت است. غنیمت که شد، پس بچه ها همه مردانه غلام میشون، زنانه چی میشه؟ کنیز، تقسیم میشه بین مجاهدین. غلامش عیس استخدام، چی معنا؟ در خدمت ها استخدام کنه، عمل جنسی ممنوع است. اما کنیزش چیست؟ بدون نکاح به مولای خود حق لازمش است، مشروعش است که جماع میکنه. هرگاه در بازار بفروشه به کسای دیگری، داد است که در 10 سال تبدیل شوه، فقط اونمو یک حیض استبرا میشه که حمل نداشته باشه، بس دوباره چی میشه؟ بگو او به او جماع میکنه، به نکاح. خودش هم کنیز شدن خودش یک نوع مشروعیت است. این که تو ابد تو درمانده و بدبخت منزوی، بخوای به کجا برسی بعدن؟ حالا تو این جغرافی های اسلام نگاه کنید شما، دقیقا به یه نکته میرسید. اون این است که تمام کشورهایی با جنگ با شمشیر مسلمان شدن، عقب افتاده ترین نوع کشورهای دنیا هستن. ایران، عراق، سوریه، سودان، اینجور جاها. اون کشورهایی در اثر رفت آمد بازرگانان، نمیدونم تبادلات فرهنگی، آرام آرام خودشون مسلمان شدن، سرسامان بهتری دارن. چرا؟ برای خودش فکر کرده، تصمیم گرفته، عمل کرده و این اسلام رو به صدقه خودش راه برده. اسلامی که امروز در مالزی هست یه جور اسلامیه که اگر عربستان سعودی امروز، قطر امروز قدرت داشته باشن، میبایستی برن با این دارالکفر حمله کنند، اینجا رو بگیرن و مسلمان رو واقعیش کنن. اینا مسلمان نیستن که از نظر اون. اینی که حد آزادی فکر رو تا این حد از انسان بگیری و یک دستور رو عملهای جلوش بذاری برای ابد و تا ابدیت، این نتیجهش این میشه، نتیجهش این میشه که شما در کل کشورهای اسلامی یک دهم مزایای تمدن امروزی رو که بشر میتونه ازش بهره‌مند باشه از نظر سلامت جان، سلامت فکر، سلامت مسکن، سلامت غذا،
سلامت پوشاک، سلامت فرهنگ نداشت. خب من وقتم تموم شده، عرایزم هم ناتمام مونده، واگذار میکنم با آقای دکتر که مطالبشون رو بفرمایند، وقتی ایشون کمتر بگیرم. معمولا سخنان ایشون سودمندتر از حرفای بنده است. خواهش میکنم جناب شاهین‌پر. مطلبی رو که امروز آغاز کردید بسیار مطلب مهمیه. ما در گذشته هم یک اشاراتی به اون داشتیم، چند بار در جنبه هایی از اون صحبت کردیم، ولی هر چقدر درباره مذرات این جهاد و حکم جهاد و قوانین بالاش و پایینش بگیم کمه. این نهایت توحشه. و البته بهایی ها همیشه محکوم شده بودن به این و متهم شده بودن به این که با گفتن این که حکم جهاد رو باید کنار گذاشت، یعنی این که باید دست استثمارگران و استعمارگران رو آزاد گذاشت، که البته هیچ ارتباطی به هم نداره. چه مبارزه با استعمارگر کردید حالا؟ جزی که خودت خودتو کشتی. بله واقعا پول به استعمار میدن، اسلحهشو میگیرن میارن، در یک مواردی اصلا خود استعمار میاد اینا رو تربیت میکنه و به جون یک استعمار دیگه میندازتشون. اتفاقی که در افغانستان افتاد دقیقا این بود که CIA بیلیون ها دلار پول، به گفته خود مقامات امریکا، گفتن پول هر چی میخواید میدیم تا این روسا رو بیرون کنید. پول و اسلحه. حالا اسم اینو جهاد میگذارن نمیدونم والا، ولی واقعا باید به حال مردم افغانستان گریست. این عکس هایی که من از زنان افغانستان دیدم که بیچاره ها توی خیابونا اومده بودن میگفتن ما آزادی میخواییم، ما میخواییم در ادارات دولتی و مشاغل مختلف کار داشته باشیم، میخواییم دخترانمون بتونن به مدرسه برن، به دانشگاه برن. و در همون حین شما میدیدید این طالبان ها با اسلحه های غربی دستشون یا به اونها شلیک میکردن یا گاز اشکاور مینداختن، یک چند تایشون رو کشتن، چند تایشون رو کتک زدن. واقعا غم انگیز بود، خیلی غم انگیز بود. اول کاره این اولش تازه. بله این درست مثل ابتدای انقلاب اسلامی در ایرانه که زنان ایرانی تو خیابونها اومدن و شروع کردن به تظاهرات که ما آزادی در انتخاب پوشش میخواهیم، ما این روسری رو نمیخواهیم، میخواهیم آزاد باشیم که بگذاریم یا نگذاریم، ما میخواهیم در مقامات مختلف مملکت کار داشته باشیم، پیشرفت کنیم، وارد دانشگاه ها بشیم. و اون موقع خیلی متاسفانه فریاد این بود که یا روسری یا توسری. و غم‌انگیزتر از همه اینها چیزی بود که شما هفته گذشته اشاره کردید، مردان ایرانی نگاه کردند و زنان ایرانی حمایت نکردند. شاید قلب خودشون هم به خاطر همین فرهنگ فاسد مایل بود که همسرانشون توسری بخورند. و امروزه دیدیم که مردان افغان هم حمایت نمی کردند از زنان افغان. خیلی غم فرهنگ است. غالبه این فرهنگ غالبه، فرهنگ فاسد غالبه. اینطوره. چرا اون ارتشی که 20 سال تربیتش کردن، اسلحه بهش دادن، آموزش بهش دادن، خونسا شد؟ چون اون نفرات، اون پیکره ارتش نمیخواست با این طالبان به جنگه. نخیر، خودشون بوده، اینا همه یکی هستند. زیربنای فکری تا حدود زیادی یکی بود. تا حدود زیادی اینا همونایی هستند که اسلحه ها رو زمین ریختند و به این انقلاب اسلامی ایران گفتند خوش آمدید. اینا همونا هستند. بله اونا هم همینطور بودند. همه حالا دارن آقای بایدن رو ملامت میکنند، جز من. چون من معتقد هستم که دموکراسی یه کالای وارداتی نیست. همینطوره. همینطوره. 20 سال که ایستادن، 2 تریلیون دلار خرچ کردن. چقدر نمیدونم. کشته دادن. های دموکراسی رو هم گذاشتند. بله. حالا این مردمی که باید بپذیره، پذیرفتند البته. بله. روحی که روشن فکر بودن پذیرفتند. ولی این توده عظیم
توده از این دزدی و فساد که این هم یکی از جزئیات این فرهنگ فاسده که دزدی رو مجاز میدونن، فساد رو مجاز میدونن، اینها هر چه تونستن در اون دوره پولها رو به هدر دادن، در نتیجه دستاوردهای اون تلاش 20 ساله 30-40 تا از کشورهای دنیا که پول دادن و نفراتشون رو فرستادن که اینا رو آموزش بدن همه به هدر رفت. و بعد همین دزدی، باز این دزدی در کشورهای اسلامی عمومیتر، رایجتر، شایعتر از کشورهای دیگه است و اینطوره. اسلام هم پشتش ایستاده. حالا در یک مبحثی این رو هم مطرح خواهم کرد. برحال بهایی ها هزینه بسیار سنگینی برای آوردن این آموزش هایی که ما یکی یکی داریم راجبشون صحبت میکنیم پرداختند و ادامه خواهند داد و این هزینه ها رو خواهند پرداخت تا زمانی که این اوضاع بهتر بشه. زیربنای فکری که در ایران هم پیشرفت زنان رو نخواست و امروزه هم در افغانستان که یک مدلی است برای ما که نگاه کنیم ببینیم این فرهنگ فاسد چگونه سبب بدبختی مردم خواهد شد، این فرهنگ هم نخواست. من در گذشته درباره این شیخ فضل الله نوری زیاد با شما بینندگان عزیز صحبت کردم. باور کنید که اون فکر عوض نشده، باور کنید که زیربنای فکری هنوز همان است. این جناب شیخ فضل الله نوری که شهید انقلاب اسلامی هم به حساب می آید، چون به خاطر حرف هایی که زد خود انقلابیون ایران کشتنش، فریاد می زد چه معنا دارد زن درس بخواند. یعنی ایشون اصولا زن رو انسان نمی دونست، مثل اون آیت اللهی که فیلم شوهن دارن. با صراحت می گوید خداوند این زنان رو که حیوان، نوعی از حیوان هستن، شبیه انسان آفریده که از اون حراسی نباشه. این آیت الله حقوقی برای زنان قائل نیستند. ایشان می گفت چه معنا دارد زن درس بخواند، این عین اشاعه فاحش خانه هاست. ببینید با چه افتضاحی راجب بالا رفتن شعور و فهم و استعداد زنان صحبت می کند. نمی خواهد، بر نمی تابد آن را. و بعدش در همون بیانش بلافاصله معلوم است که از کجا ناراحت است. میگوید صرف وجوه متبرکه روزخانی، که البته امثال خود این آقا پولشو میگرفتند، و وجوه زیارات، پولایی که میگرفتند برای زیارت برن و اینها اکثرا راهنمای مردم برای اون بودن، برای افتتاح مدارس تربیت نسوان و دبستان دوشیزگان مخالف اسلام است. این فقط یکی از جمله های معروف ایشان است. صدها جمله از ایشون وجود داره که هر یکیش انسان رو، دل انسان رو به درد میاره. پس ببینید آنچه در ایران ما اتفاق افتاد و در سرزمین های دیگر اسلامی هر روزه در جریان است و در افغانستان مجددن به اون شرایط بازگشت، زیربنای فکریش همین حرفایی هستن که این آقایون میزنن. ایرج میرزا میگفت فقیه شعر به رفع حجاب مایل نیست، چرا که هرچه کند در حجاب میکند. همه این کاراشون کارای مخفیه. از او دلیل نباید سوال کرد که گرگ به هر دلیل که شد بره را مجاب می کنن. زمن مترس که خانم تو را خطاب کنم، از او بترس
که همشیرت خطاب کند. عرض کنم که به روشنی بینندگان عزیز میبینید که ما از دو نوع نگاه صحبت میکنیم. نگاه اول نگاه آیین بهایی به بانوان است و به عالم است و به هدف آن، و نگاه دوم نگاه طالبانی و داعشی و متاسفانه بسیاری از مردم مسلمان است. نگاه بهایی تعلیم و تربیت عمومی و اجباری است که یکی از آموزش های این آیین است و آموزش و تربیت دختران را مقدم بر آموزش و تربیت پسران می داند. بعد از جنگ جهانی اول حضرت عبدالبها قدسیه اشرف رو به امریکا فرستادند، تشویقش کردند بره درس بخونه، رفت و در دانشگاه های امریکا تحصیلات فراوان کرد و بعد از جنگ جهانی اول ایشون به ایران بازگشت، ولی وزارت معارف اون زمان به علت بهایی بودن از استخدامش خودداری کرد. ایشان بعدها به دانشگاه امریکایی بیروت رفتند و در اونجا مامایی خوندند و به قدری این خانم به ایران خدمت کرد که نوشتنش فهرستوارش هم حتی در این برنامه مجال براش نداریم. این دو نگاه مختلف است. حضرت عبدالبها به کسانی که یک مدرسه مخصوص دختران در ایران تأسیس کرده بودند چنین می‌فرمایند: ای بانوان، مدرسه دختران مهمتر از مدرسه پسران است، زیرا دوشیزگان این قرن مجید باید نهایت اطلاع از علوم و معارف و صنایع و بدایع این قرن عظیم داشته باشند تا به تربیت اطفال پردازند و کودکان خیش را از سن کودکی تربیت به کمال تربیت کنند. و اگر مادر چنان که باید و شاید دارای فضائل عالم انسانی باشد، اطفال مانند فرشتگان در نهایت کمال و جمال و آداب پرورش یابند. پس این مدرسه دختران که در آن سامان تأسیس شده باید مشمول نظر بهائیان گردد و مورد اهتمام نفوس رحمانی شود. معلمانی که در این مدرسه هستند بانوان مقرب درگاه احدیتند، زیرا اطاعت فرامین مقدسی حضرت بهاءالله نمودند و به تربیت دختران برخواستند. آنگاه می‌فرمایند: روزی آید که این دختران مادران گردند و هر یک در نهایت ممنونیت به درگاه اهدیت زاری نماید و این معلمان را نجاح و فلاح و رستگاری طلبند و علو درجات در درگاه الهی خواهند. آنگاه به آنان میگویند این مدرسه را مدرسه موهبت نام نهید، چرا که حضرت عبدالبها یکی یکی این مدارس بهایی رو براشون نامگذاری می کردند. من امروز مایل هستم با شما خیلی کوتاه درباره خبری که خوندم صحبت کنم، و اون این بود که یک فیزیکدان جوان بهایی ایرانی برنده بزرگترین جایزه فیزیک جهان شد. ایشون شبنم رایایی اردکانی، فارغ التحصیل از دانشگاه MIT هستند که جایزه مخصوص فیزیک رو به عنوان دومین زن تاریخ فیزیک جهان دریافت کردند، در حالی که به عنوان بهایی از تحصیل در ایران محروم بودند و رانده شده بودند. این جایزه به محققانی اهدا می شود که تز دکترای خود را با بهترین کیفیت علمی و دستاوردهای مربوط به فیزیک سیالات نوشته. دانشگاه هاروارد اینک از شبنم رایایی خواسته
تا به گروه پژوهش این دانشگاه بپیوندد. البته این تبریکی است به جامعه زنان بهایی و زنان ایرانی. خب ضمن اینکه در این هفته اخبار غم‌انگیز تلاش‌های دختران و بانوان افغانستان رو که با نهایت صداقت تقاضای برابری در می‌کردند، تقاضای آزادی می‌کردند، تقاضای اینکه کار داشته باشن، به دانشگاه برن و غیره، اتفاق معادل اون افتاد در دنیای غرب که خیلی جالبه. و اون وداع با شکوه آلمان ها با بانوی تاریخ ساز اروپا بود. آلمان ها با 6 دقیقه تشویق گرم در خیابان ها، بالکن ها، پنجره ها انگلا مرکل رو وداع گفتند. میدونید ایشون صدر اعظم آلمان بود. کل کشور مردم آلمان برای 6 دقیقه کف زدند. نمونه دیدنی از رهبری و دفاع از بشریت، چون ایشون همه این کارا رو میکرد. ایشان با شایستگی، مهارت، فداکاری و اخلاص 80 میلیون آلمانی رو برای 18 سال هدایت کرد و بعد از اون آرام جای خودش رو به جوانترها داد. انگلا مرکل شعار نداد، سخنان بیهوده بر زبان نیاورد. او در کوچه های برلین برای عکس گرفتن ظاهر نشد. ایشان را بانوی جهان لقب دادند و از او به عنوان معادل 6 میلیون مرد یاد کردند. خیلی جالب است. در طول 18 سال رهبری ایشان بر کشورش هیچ تخلفی علیه او ثبت نشد. هیچ یک از بستگان خودش رو به یک پست دولتی منصوب نکرد. این قابل توجه برای سیاستمداران و گردانندگان حکومت ولایت فقیه ایران است. زمانی که تمام کشورهای مسلمان به پناهندگان سوری و عراقی پناه ندادن، توجه کنید، ایشان به آنان پناه داد و مثل مادری مهربان بهشون خانه و غذا داد. ایشان اجازه نداد که تصاویرش در ادارات و سازمانها نصب شوند یا خیابانی به اسمش بگذارند. باز هم فکر کنیم به ایران اسلامی ما و یک چنین بانوی. او ادعا نکرد که او جلال و جبروت ساخته است. او میلیون ها دلار پول نگرفت و هیچ کس عمل کرده او رو تشویق نکرد. او منشور و تعهدات را دریافت نکرد، با کسانی که قبل از او بودند مبارزه نکرد و خدمات آنها را لوس نکرد. باز مقایسه کنید با هر یک رئیس جمهور در ایران که نسبت به پیشینیان خود چه گفت، یا ولی فقیهی که به افراد قبل چه گفت. دیروز خانم مرکل سمت رهبری حزب خودش رو ترک کرد و اون رو به کسانی که بعد از او بودن تحویل داد، آن هم در حالی که آلمان و مردم آلمان در بهترین وضعیت خودشان تا کنون بودند. واکنش مردم آلمان در تاریخ این کشور بی سابقه بود. کل این مردم به بالکن خانه های خودشون رفتند و به طور خودجوش برای او 6 دقیقه مداوم کف زدند. تشویق ایستاده در سراسر کشور. آلمان به عنوان یک پیکر واحد با رهبر شایسته خودش خداحافظی کرد. رهبری که تحت تاثیر مد یا مرکز توجه بودن قرار نگرفت.
املاک و مستقلات، اتومبیل‌ها، قایق‌های تفریحی و هواپیماهای شخصی رو برای خودش خریداری نکرد. میدانست که او از آلمان شرقی سابق است. او رفت و اقوامش ادعای مزیت نکردند. 18 سال هیچ وقت کمد لباس خود را تغییر نداد. خدا بر این رهبر ارج گذارد. در یک کنفرانس مطبوعاتی یک روزنامه نگار زن از انگلا مرکل پرسید: ما متوجه شدیم که شما اغلب یک لباس مشابه پوشیده اید، آیا لباس دیگری ندارید؟ پاسخ ایشان بسیار جالب بود. گفت: من کارمند دولت هستم، مدل که نیستم. در یک کنفرانس مطبوعاتی دیگر از او پرسیدند: آیا شما خدمتکارهایی دارید که خانه شما را تمیز می کنند، وعده های غذایی شما را آماده می کنند و سایر امورات خانداری را انجام می دهند؟ پاسخ ایشان این بود: نه، من هیچ خدمتکاری ندارم و به آنها هم نیازی ندارم، چون خود من و شوهرم این کارها را هر روز در خانه انجام می دهیم. سپس روزنامه نگار دیگری پرسید، ظاهرا براشون قابل باب قبول نبود: چه کسی لباس ها را می شوید، شما یا شوهرتان؟ پاسخ ایشان این بود: من لباس ها را مرتب می کنم و شوهر من کسی است که با ماشین لباسشویی کار می کند و معمولا در شبها، زیرا شبها فشار روی سیستم برق رسانی کمتر است و مهمتر این است سر و صدای ماشین رخشویی برای همسایه ها ایجاد مزاحمت نکند. خوشبختانه دیواری که آپارتمان ما را از همسایگان جدا می کند به قدر کافی ضخیم است. ایشان به آنها گفت: من انتظار داشتم شما از من در مورد موفقیت ها و ناکامی های کارم در دولت بپرسید. بله، خانم مرکل مانند هر شهروند دیگری در یک آپارتمان عادی زندگی می کند. این جای توجه دارد برای حاکمان و قدرتمندان سرزمین ما. نه قصری دارد، نه خانه مجلل. او که قبل از انتخاب شدن به عنوان صدر اعظم آلمان در آپارتمان زندگی میکرد، آن را ترک نکرده و در همون جا ماند. ویلا، خدمتکار، استخر شنا یا باغ هم ندارد. درود بر این زن تلاشگر، با وجدان و دلسوز مهربان ساز زیست. خب این خیلی جالب است که ما ببینیم بانوان چه کارهایی میتونن در دنیا بکنند و اگر اونها رو زیر چادر و چاقچور و مقنعه و محبوس کنیم، اجازه رفتن دانشگاه بهشون ندیم، اجازه فعالیت در امور زندگی جامعه رو به اونها ندیم، خب البته جای بسیار بسیار تأسف دارد. و اما در دقایقی که باز مانده مایلم دلنوشته خانم سهیلا وحدتی بنا رو درباره نخستین روزهای بهایی کشی در این انقلاب رو برای شما بخوانم تا ببینید که ایران ما هم دستی از افغانستان نداشته و فرقی هم با اون نداشته، هنوزم نداره. ایشان میگوید: در دوران ما روزهای بهایی کشی با بهبوهه انقلاب همزمان شده است. نخستین روز بهایی کشی 23 مرداد 1357 بود. نخستین قربانی روزهای بهایی کشی این دوران ضیاءالله حقیقت است. افشین، کوچکترین فرزند ایشان، ماجرای اون روز رو چنین به خاطر می آورد. بینندگان عزیز، علت این که من این رو برای شما می خوانم این است که ما بدانیم چه کرده ایم با کسانی که این همه ایده های نو و آموزش های نو برای آینده ایران ما عرض کردند. افشین می گوید: تابستان بود، 8 ساله بودم، شاگرد دوم ابتدایی.
رفته بودم بیرون از خانه نزدیک مدرسه با بچه ها بازی کنم. محل مدرسه روبروی محله کار پدرم بود. وابستگی خیلی شدیدی به پدرم داشتم. هر روز پس از مدرسه به محل کار او می رفتم و کنار او می نشستم. دوستان و آشنایان همه می گفتند که کرهش همیشه پهلوی خودشه. آن روز پیش از ظهر برگشتم که بیایم خانه. در راه برگشت توی کوچه از همسایه ها شنیدم که می گفتند این بهائی رو کشتنش آخر. من به راهم ادامه دادم. سر کوچه من یک مغازه‌دار بود. او که در چارچوب در مغازه‌اش ایستاده بود رو به من کرد و با تأسف گفت پدرت رو هم کشتم. من مبهوت به آنها گوش می دادم ولی باز هم نفهمیدم منظورشان چیست. به خانه آمدم و دیدم مادرم نیست. خواهرهایم گفتند که بابا تصادف کرده، یک موتوری به ایش زده و برایم توضیح دادند که او را به بیمارستان بردند و مادرم هم به همین دلیل خانه نیست، برای دیدن پدرمان به بیمارستان رفته است. آنچه را که در کوچه شنیده بودم برای خواهرهایم تعریف کردم و گفتم که توی کوچه همه میگفتند که پدرت را کشتند. خواهرهایم گفتند نه اینطور نیست، او تصادف کرده. البته بعداً از طریق همسایه ها فهمیدم که با موتور منتظر پدرم بودم که او را به قتل برسانند. آن روز صبح پدرم داشته از مغازه لبنیاتی به محل شرکت خودش برمیگشته است. پدرم هر روز صبح به مغازه لبنیاتی آن طرف خیابان میرفت و به او کمک میکرد و داوطلبانه حسابهایش را ثبت میکرد و به محل کار خودش برمیگشت. آنها منتظر بودند و هنگامی که از خیابان رد می شده با موتور به او زدند. پدرم مسئول یک شرکت خصوصی توزیع نفت سفید در منطقه بود که این نفت توسط تانکرها توزیع می شد. یک سال پیش از شهادت پدرم امام جمعه نامه‌ای به رئیس شرکت پدرم نوشته بود که ایشان به عنوان یک بهایی انگل جامعه است. شما از شرکت اخراجش کن که ما مجبورش کنیم از این شهر برود. بینندگان عزیز، این کارهایی است که با هزاران هزار بهایی کردند. آقای عطار رئیس شرکت که مسلمان و از افراد معتمد و سرشناس جهرم بود نامه را پیش ما آورد و گفت این ناسید اینطوری نوشته و البته به امام جمعه پاسخ داد که ایشان فردی امین است و 12 سال است که بدون هیچ خطایی اینجا کار میکند و من همه چیز را به او سپردم. حالا شما فردی امین مثل او پیدا کن که بتوانم حساب و کتاب را به دستش بدهم تا بعد من او را بیرون کنم. آن روز پس از چند ساعت مادرم از بیمارستان برگشت. خیلی پریشان حال بود. گفت دکترها همکاری نمی کنند. می بینید حتی دکترها هم همکاری نمی کردند. مادرم می گفت که به ما گفتند ضیاءالله باید به شیراز منتقل شود، اما برای بردن او به شیراز به ما آمبولانس نمی دهند. و باز رفت. چند روز بعد فامیل ها آمدند دنبالمون که برویم شیراز برای مراسم تشییع. همسر ضیاءالله حقیقت این چنین ما را تعریف میکنه. توی خانه بودم که برادرم از راه رسید و گفت تصادف شده، ضیاءالله یکی با موتورسیکلت بهش زده و فرار کرده، کسی جرأت نمیکرده بهش آب بده، بردیمش بیمارستان. برادرم به کمک یکی از همسایه ها را به بیمارستان برده بود. بعد آمد دنبال من و با هم به بیمارستان رفتیم. وقتی که من به بیمارستان رسیدم هنوز او را توی راه رو نگه داشته بودند. آن موقع می توانست صحبت کند. ازش پرسیدم چه اتفاقی گفت. گفت نفهمیدم که چی شد، یک دفعه پرت شدم. ضیاءالله خیلی ناراحت بود، به تقلا بود. همش می گفت سوختم سوختم، چون که از داخل خون ریزی کرده بود. بعد او را به اتاق معاینه بردند. آنجا در را بسته بودند و مرا داخل راه نمی دادند. دیگر نمی دانم پرستارها همکاری کردند یا نکردند. آنجا آقای عطار رئیس شرکتی که ضیاءالله در آن کار میکرد از راه رسید و فوری پشت سر ما به بیمارستان آمد و به مسئولین بیمارستان گفت او مثل پسرمه، هر کاری میکنید بکنید. دکتر هخامنشی از بهائیان در همان بیمارستان کار میکرد. او به مسئولان بیمارستان گفت یک آمبولانس بهش بدید ببرن شیراز. رئیس بیمارستان جهرم دکتری به نام علی پناه بود. ایشان خیلی متعصب و مرید
حسین آقا بود. او حد اکثر سعیش را کرد که کار همانجا تمام شود و پرونده بسته شود. نیت آن این بود که آمبولانس ندهند که همانجا بمیرد. او به دکتر هخامنشی گفت یک سگی میخواد سقط بشه، تو چرا تقلا میکنی؟ ولی دکتر هخامنشی خیلی تراش کرد مجوز حمل مریض را بگیرد و به او گفت من و تو که دکتر هستیم قسم خورده ایم تعصبی نداشته باشیم، قسم خوردیم که هیچی برامون مطرح نباشه جز نجات جان مریض. این جر و بحث از صبح تا ظهر طول کشید. بالاخره 2 ساعت بعد از ظهر دکتر هخامنشی با یک مکافاتی به زور آمبولانس میگیرد و زنگ میزند به بیمارستان نمازی در شیراز که اتاق عمل را آماده کنند. من و برادرم هم با آمبولانس به شیراز رفتیم. ضیاءالله وسط راه بیهوش شد. برخوردها در بیمارستان شیراز خوب بود. خواهرم آنجا در اتاق بیهوشی کار میکرد. ضیاءالله را به اتاق عمل بردند ولی او دیگر از کما برنگشت، از بیهوشی. خونریزی مغزی کرده بود. 3 روز بیهوش بود و بعد صعود کرد. شوهرم خیلی خوب بود. به مهمان نوازی مشهور بود. همیشه دوست داشت مهمان بیاید. همیشه جلسه های بهایی در خانه ما بود. همسایه ها ازش انقدر راضی بودند که گریه می کردن و می گفتن خدا ذلیلشون کنه که همچین آدمی رو کشتند. پس از مدتی از شیراز برگشتم. آن زمان ما دادگاه رفتیم. درست جواب نمی دادن. کسی با ما همکاری نمی کرد. ما 2-3 سال دیگر هم در جهرم ماندیم. همسایه ها با ما خوب بودن و خیلی همکاری می کردن. ما پیش از انقلاب خانه خودمان را که لوله کشی کردیم، خانه‌های آنها را هم لوله کشی آب کردیم. بعد که انقلاب شد گفته بودند کسی حق نداره به خانواده حقیقت بی احترامی کنه. خانه ما را می‌خواستند آتش بزنند ولی همسایه‌ها نگذاشته بودند. گفته بودند اگر آتش بزنید خانه ما هم می‌سوزد و خلاصه مانع آتش سوزی شده بودند. همسایه‌هامون با ما خیلی خوب بودند و به ما می‌گفتند اینها هم که این کارا را میکنند میخوان به بهشت برند. همسایه ها با ما هم دردی کردند ولی گفتند که ضیاءالله را عمدن کشتند و شوهرت توی لیست بوده و آخرش کشتنش. همیهنان عزیز، ایشون نهایتا در بیمارستان مردند و این خانم شریف به شهر جهرم برگشت و هر چه تلاش کرد هیچ دادگاهی با او همکاری نکرد. میبینیم که مشکل یک فرد نبوده است. مشکلی بوده که بسیاری از افراد اون رو انجام میدادند. ایشان میگوید عده‌ای بودند که ما را اذیت میکردند ولی همیشه عده‌ای دیگر هم بودند که میگویند میگفتند این بدرفتاری با بهایی‌ها خیلی بد است. یک روز پسرم آمد خانه و گفت که امروز به ما کپسول گاز ندادن، گفتن بابی هستین بهتون گاز نمیدیم، دینتون را عوض کنید تا به شما کپسول گاز بدیم. گفتن دینم را بدهم به کپسول گاز، میرم هیزم آتش میکنم. نکنه خلاصه بعد که آتش سوزی سعدی در شیراز رخ داد از طرف محافل بهایی آمدند و گفتن خانه را بفروشید و بیایید شیراز. بله عزیز من، انقدر شرح داستان بهائیانی که در این دوره انقلاب یا مستقیما به وسیله دولت یا توسط انسانهایی که به فکر جهاد اونها رو کشتن فراوان است که برای خواندن اونها باید به سایت هایی که خاطرات صدها نفر از اونها درش هست تشریف ببرید و اونها رو ببینید. ما در اینجا باز هم به پایان وقت امروزمون میرسیم. متاسفانه هیچ وقت فرصت کافی برای بیان کردن همه این غمهای جامعه نیست و اگر این غمها رو نشنویم و این داستانها رو نشنویم و ندانیم هنوز هم به روش خودمون ادامه خواهیم داد. این همون دلیلی است که مردان ما از زنان ایرانی که آزادی میخواستند حمایت نکردند. امروز هم دیدیم همون مردان ایرانی نمونهش در افغانستان از زنان افغان حمایت نکردند و نمی کنند. من شما رو به خداوند مهربان می سپارم و آرزو دارم که قلب همه ما
عوض بشه. خدا نگهدار. جناب شاهین پر. بله من خداحافظی میکنم. خیلی هم متاثر شدم واقعا از این داستانی که شنیدم. اگر مجموعه این داستان ها رو کنار هم دیگه بذاریم چه کتاب جنایت آمیزی خواهد شد. برنامه‌ای از ناصر شاهین‌پر و دکتر قاسم بیات.